in which we don't see even the crime or the revenge. We don't see guns, we don't see bullets flying around or cars chasing or men fighting. Yet you keep us on the edge of our seats. How do you do that? چیزی که باعث میشه که تماشاگر رابطهش با فیلم رابطه‌ای بشه که انگار از دنیای بیرون از سینما کاملا بیرون اومده و وارد دنیای فیلم شده اینه که حضور تماشاگر در مقابل فیلم یه حضور فقط ناظر و شاهد نیست، انگار یه جوری خودش هم به طور فعال توی صحنه‌های فیلم حضور داره و مدام باید یه چیزایی رو کشف کنه و یه قضاوت‌هایی رو بسازه و بر اساس اون قضاوت‌ها صحنه بعد رو ببینه. به همین دلیل فکر کنه که اگر یک لحظه دور باشه و فقط شاهد باشه یه چیزایی رو از دست میده و از فیلم عقب میفته. این چیزیه که از درباره تقریبا از چهارشنبه سوری ناخودآگاه شروع شد و تو درباره الی آگاهانه که تماشاگر به عنوان یه شاهد صرف که هر چی در واقع رو پرده میبینه رو به مغز بسپاره نیست، خودش هم میتونه از زاویه‌های مختلفی با فیلم روبرو بشه. گاهی ممکنه با یه شخصیت تا یه فیلم بره، گاهی ممکنه وسط فیلم جاشو عوض کنه همراه یه شخصیت دیگه بشه. مدام نظرش داره عوض میشه راجع به آدم‌ها و موقعیت‌ها. اینه که فیلم رو در واقع یه جوری فیلم کاراگاهی میکنه، انگار که یه فیلم کاراگاهیه که کاراگاه روی پرده و توی فیلم نیست، اون تماشاگریه که نشسته و داره فیلم رو میبینه. وقتی که میگیم کاراگاه توی فیلم نیست و تماشاگر کاراگاهه، یه چیزی که خیلی اهمیت پیدا میکنه جزئیاته. یعنی تماشاگر مدام باید مراقب یه سری جزئیاتی باشه که از طریق اونها بتونه تصور کنه که چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی افتاده. برای بعضی از تماشاگرها ممکنه این سخت باشه و یه جوری احساس میکنن که عقب افتادن از داستان، ولی غالب تماشاگرهایی که حالا این فیلم ها رو، فیلم های من رو پشت سر هم دن، دیگه عادت کردن به این نوع رابطه با فیلم های من و این برام خیلی خوشحال کننده است. به همین دلیل فیلم به فیلم سعی کردم این تجربه رو هی گسترده تر کنم، یعنی اینکه بنا کردن داستان بر روی جزئیات روزمره‌ای که گاهی خیلی بی اهمیت به نظر میان، چون زندگی ما هم در واقع و سرنوشت ما هم محصول همین جزئیات روزمره است که به نظر خودمون مهم نیستن، ولی اینو باعث بشن که ما یه تصمیمایی بگیریم و یه مسیرهایی رو بریم که سرنوشتمون رو روشن میکنه. This is something we notice in all your movies. The morality is always ambiguous. Your characters, they have good and evil inside them, and they switch from one side to another, as happened to Imad, the protagonist. A peaceful, non-violent guy shifts into a violent one because of what happened to him, because of that incident, driven by the sense of revenge, need for revenge. And you know, we are wired to think in the notion of good versus evil, but you seem to challenge that notion. Mm-hmm. Is that the way you see the world? It's all in shades of gray rather than black and white? You commit a crime, we punish you. تلاش میکنم تو زندگی شخصیم این گونه باشم. من همه جا موفق نبودم، ولی لااقل توی نوشته هام من همیشه شخصیت ها رو سعی کردم که فرصت بهشون بدم که به هر زبانی که و در هر سطحی از اجتماع و هر طبقه اجتماع که هستن دلایل اون رفتاری که دارن انجام میدن یا واکنشی که دارن انجام میدن رو بگن، به زبون بیارن یا با تماشاگر در میون بذارن. منظور از شخصیت خاکستری این نیست که یک آدمی در فیلم خوبیاش و بدیهاش یه اندازه باشه. میتونه یه آدمی سر تا سر فیلم رفتارش مورد تایید ما نباشه، ولی چون دلایلی که او توی چنین موقعیتی چنین رفتار غلط رو انجام میده رو ما میشنویم از زبون خودش یا دیگران، میتونیم بفهمیمش. وقتی میگیم بفهمیمش معنیش این نیست که تاییدش میکنیم، میتونیم درک کنیم که فقط و فقط خود اون آدم و اراده اون آدم نبوده که باعث شده چنین کاری رو بکنه،
یک سری چیزهای دلایل دیگری هم وجود داره. این جمله کلیشه‌ای که هر آدمی برای هر کاری دلایلی داره، هرچند دلایلی که ممکنه مورد تایید ما نباشه، رو من توی همه فیلم‌ها رعایت کردم و تا الان فیلمنامه‌ای ننوشتم که درش شخصیتی وجود داشته باشه که من پیشاپیش او رو تقسیم کرده باشم توی گروه بدها، خطاکارها، مقصرها. برای همه کاراکترهایی که تا الان نوشتم فضای عاطفی ایجاد کردم که تماشاگر بتونه باهاشون همدردی بکنه. اگر همه این فیلم‌ها رو بتونیم خلاصه کنیم در یک کلمه که بگیم که نسبت فیلمساز با این کاراکترها در این فیلم‌ها چیه، میشه یک کلمه: همدردی. حتی با اون آدمی که خطا کاره، حتی با یک فاحشه. من یه جمله یه جا گفته بودم که توی ایران یه عده‌ای که خیلی با پیشفرض در واقع کار منو میبینن واکنش نشون دادن. من گفته بودم که من به فاحشه‌ها احترام میذارم و اونها این رو تفسیر کردن به این که فرهادی شغل فاحشگی رو مورد تاییدشه و میگه چرا نیست، چرا رسمی نیست. این یه برداشت خیلی غلطه. این یه جوری از همون همدردی میاد. من به فاحشه‌ای که در زمانی که آدم‌هایی با ثروت بسیار همچنان چشمشون به جیب مردمه و همچنان از مردم می‌دزدن، اون فاحشه‌ای که شب توی سرما کنار خیابون تنها ایستاده و برای سیر کردن شکم خودش تن فروشی می‌کنه، به نسبت اون آدم در واقع دزد ثروتمند، این برام قابل احترامه. مورد تایید نیست، ولی می‌تونم همدردی کنم با کسی که از بدن خودش و روح خودش مایه میذاره ولی دست در جیب کس دیگری نمیکنه. من در واقع این رو یه نوع همدردی میدونم. منم که شومنی اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم؟ ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دنه بیا من اجازه بدید صحبت کنم. بفرمایید. چیه؟ بابا In your movie there's a conflict or clash between humanity and the law, and we saw that in Separation, for instance, when the protagonist was pleading with the judge to consider his constraints and his predicament. He has a sick father at home, he has a child to look after, but the judge says this is the law. Yes. The law is strict and firm, and whatever happens to you, your circumstances are irrelevant. ببینید دو تا چیز راجع به قانون میتونم بگم. یکی این که وقتی یک کسی آسیبی ببینه از سمتی و میره به قانون رجوع میکنه، قانون هم یه مجازاتی طی پروسه طولانی براش در هر جایی وضع میکنه، باز آرام نمیشه. گاهی آدم های آسیب دیده اینقدر خشمگینن که وقتی خودشون مجازات رو برقرار میکنن فقط آروم میشن. اینکه یه کسی آسیب ببینه و برای یه کسی دیگه یه جریمه تعیین کنن، زندان، اینا باز آرام کننده نیست. این یکی از چیزهاییه که بر ذات قانون وجود داره. نکته مهمتر ولی اینه که قضاوتی که از طریق قانون بناچار میشه، این چیزیه که تخطئه نمی کنیم یا رد نمی کنیم. پس این قضاوت کاربردیه برای اینکه ما بتونیم در این دنیا زندگی کنیم، ولی خودمون رو نمیتونیم فریب بدیم که این یه قضاوت کاملی و میتونیم بهش استناد کنیم و بگیم که هر آنچه قانون میگه عین عدالته. اون یه عدالتیه که در حدی که ما بتونیم کنار هم زندگی کنیم. علاوه بر این در کشورها و در وضعیت‌ها و در فرهنگ‌های مختلف هم به نسبت اینکه چه رابطه این مردم و چه خاطره ای از قانون و اجرای قانون دارن فرق میکنه. در یک کشوری ممکنه که برای بعضی از موارد خیلی راحت به پلیس مراجعه کنن، در بعضی از موارد چیزهای دیگه به وسط میاد، مثل حیا، مثل آبرو، که در فرهنگ شرقی خیلی قویه و ممکنه که براشون سخت باشه. البته من در مصاحبه‌هایی که در امریکا و توی کانادا هم با بعضی از خبرنگارا داشتم ازشون پرسیدم که شما چه کار میکنید؟ و جالبه براتون بگم بیشتر خبرنگارای کانادایی میگفتن که ما به پلیس نمیگیم و برام خیلی عجیب بود. این به معنی بی‌اعتمادی به پلیس و قانون نیست، به معنی اینکه این اتفاق به نظر میاد که در زاویه‌های مختلفی داره که
نمیشه فقط از یه زاویه‌اش رو نگاه کرد و برد اون اطلاعات رو پیش قانون. That's true, and we see that in your films. Your characters' mistrust in the law of the law is there, but they do trust God. And the moment they mentioned where in the Quran, suddenly everybody speaks the truth, and everybody is at peace with it. Yeah, you mean it's a separation? In a separation, in Ellie was there. They all mentioned the Quran as if. That's the last word. There, they cannot lie, and this is the absolute truth. They always say the absolute truth. As if you're saying religion is more reliable than the law. من معتقدم بله. در یک جامعه‌ای که اون آدم مذهبی واقعاً اعتقاد و باور داشته باشه. خیلی از کسایی که این اسم رو خودشون دارن اعتقادشون اونا در واقع رفتارشون نشون میده که اعتقادها و باورهای واقعی ندارن. از سر عادت در واقع دینی هستن و مذهبی هستن. ولی اون شخصیت رازی در فیلم جدایی اون با تمام وجودش باور داره. من در واقع اون کسی رو که با تمام وجود باور داره و اون لحظه‌ای که ازش بخوان قسم بخوره قسم نمیخوره، حتی اگر بتونه با اون قسم دروغ زندگیشو نجات بده، از سر این میبینم که اون واقعا اعتقاد داره، اون یه مؤمن واقعیه. متوجه این؟ اون تکلیفش با خودش روشنه، متر و میزانش برای اینکه چه کار بدی چه کار بده و نباید انجام بده اصولیه که بهش اعتقاد داره، اصول دینی. ولی برای بقیه آدم ها یکم نامشخصه، گاهی به قانون رجوع میکنن، گاهی به دین رجوع میکنن، گاهی اون چیزی که دیگران میگن و به عرف، و کمتر به وجدان شخصی. ببینه که فرق شده بود جنازش باید میموند الانم تو این وضعیتی که داریم هیچی بهتر از این نیست که واقعیت رو بگیم. چیکار کردید؟ Every foreign filmmaker who won an Oscar, nearly everyone, maybe I'm wrong, not everyone, ended up working in Hollywood on big blockbusters and became one of the Hollywood stars. You are one of the biggest stars internationally as a film director. We don't see you making Hollywood movies. Are you do you have these ambitions to make Hollywood movies, and have you been approached to make Hollywood? ده روز یا دو هفته یه فیلم نامه به ایجنتی که اینجا دارم برام میفرسته و میخونم. خلاصش رو در واقع کسایی که میخونن برام میگن و هیچ کدومشون تا الان منو درگیر نکردن که بخوام کار کنم. یه خورده از اون نوع سینمایی که من انتظار دارم این فیلم نامه ها دوره، مگر اینکه یه روزی خودم یه فیلم نامه بنویسم که بتونم در امریکا کار کنم. ولی ترجیح هم بیشتر اینه که اگر بیرون از ایران قرار کار کنم تو اروپا کار کنم. سیستم فیلمسازی در هالیوود و امریکا به نظرم خیلی متفاوته و دست کارگردان خیلی باز نیست برای اینکه خودش باشه. لاغر برای کسی که در امریکا و در این فرهنگ بزرگ نشده این خیلی سخته. ولی خیلی هم فیلمایی که در واقع ساخته میشه، نه خیلی، بعضی از این فیلمایی که ساخته میشه در ارتباط با خاورمیانه من فیلمنامه‌اش برام اومده. الانم بعضیش رو پرده میبینم ولی هیچ کدوم رو تا الان نپذیرفتم، بدون اینکه نزدیک نیستن به من. یه تصویری از مردم خاورمیانه توشونه یا یه تصویری از مردم ایران توشونه که به نظرم خیلی تصویر غیر واقعیه. همون اندازه که بخش کوچکی از تندروها در ایران تصویری که از غرب دارن و مردم توی غرب دارن اغراق‌آمیز و دور از حقیقت، در مدیاهای بیرون از ایران هم و در بعضی از فیلم‌ها تصویری که از مردم ایران وجود داره خیلی خنده‌داره گاهی برای من و برای خیلی هم مردم ایران که چنین تصوراتی وجود داره. خوشبختانه البته امروز یکم بهتر شده از طریق سینما و از طریق چیزهای دیگه، آدمایی که در رفته آمدن یک کمی تصویر داره بهبود پیدا میکنه. My question was the reason I asked because
the negative stereotyping of Iranians in Hollywood movies, and I assumed you'd be eager to come over here and fix that in a movie or two. من به خاطر واکنش به این تصویر کلیشه‌ای که از مردمم در واقع در بعضی از فیلم‌های هالیوودی وجود داره هیچ موقع نمی‌خوام اقدام کنم یه فیلمی در امریکا بسازم که این تصویر رو عوض کنم. فکر کنم اگر همین مسیر خودم رو برم این بهترین کاری که میتونم بکنم. خوشبختانه الان بدون که من خودم این تصمیم رو داشته باشم ناخودآگاه این فیلم‌ها حالا این رو داره اثبات می‌کنه که گاهی پیچیده ترین وضعیت ها و مشکلاتی که و چند راهی ها و دو راهی هایی که سر هر انسانی میتونه وجود داشته باشه در اون سرزمین هم پیش میاد، اینقدر که شما به عنوان یک بیننده غیر ایرانی هم درگیر این چالش میشید. As you said, there is some improvement, but there are still restrictions for subjected on filmmakers and the censorship, of course. How do you deal with it yourself? And the fact that you are in a special position as the Oscar winner for the first Oscar winner in Iran, does that make you more invincible, more untouchable compared to your colleagues, your peers? دو تا تأثیر داشته این موفقیت ها یا در واقع جوایزی که تو این سال ها گرفتم. یکیش این بوده که رابطه من رو با تماشاگرهای فیلم ها و بخش زیادی از مردم خیلی رابطه عمیقی کرده و آدم های زیادی الان هستن که با دقت بیشتر و خیلی جدیتر فیلم ها رو میبینن، که این بزرگترین سرمایه من در کل زندگیم هست و چیزیه که در واقع خیلی راضیم میکنه. به همون اندازه که از این طریق و داشتن این در واقع اندازه از تماشاگر و کسایی که راجع به فیلم حرف میزنن کارم رو راحت کرده. خب گروهی هم که باشون فیلم میسازم همیشه همراهن، خیلی در واقع کمک میکنن و موقع فیلم سازی راحت تر شدم. ولی مشکلات موقعی پیش میاد که فیلمم تموم میشه. من چون در واقع دارم راجع به جامعه حرف میزنم از سانسور رسمی دور بودم همیشه، اما همیشه در همه فیلم ها از درباره ایلی به این ور یه عده‌ای هستن که بی توجه به موضوع فیلم شروع میکنن به حاشیه سازی کردن، یک داستان هایی که تأثیر بذارن روی سوالات و چیزهایی که بعد از تماشای فیلم برای تماشاگر پیش میاد و رویش فکر میکنه و مسیر فکر کردن تماشاگر رو منحرف کنن. اونها در واقع یه پیشفرضی دارن که با اون پیشفرض که چون در واقع همه چیز در بیرون از ایران حاصل یک توطئه است و همه نشستن دارن نگاه میکنن که چگونه بتونیم در واقع اون فیلمساز ایرانی رو کاری بکنیم که به ضرر کشورش باشه، یه توهم اینجوری. حتی این مسابقه‌ای که داریم میکنیم از زعم اون تعداد اندک یه جور توطئه است. اونها یه ذره بینی برمیدارن و میگردن روی زندگی من، روی فیلم های من، توی داستانی من، دنبال تایید این پیشفرض و اساساً پیش از دیدن فیلم ها براشون قطعیه که این فیلم ها فیلم های بدی هستند و برای تخریب هر کدومشون سالها زحمت میکشن و مینویسن، مطالب زیادی مینویسن. من هر کدوم فیلم ها رو در زمان مثلا 8 ماه یا 1 سال میسازم و اونا 6-7 سال در واقع همچنان در حال صحبت کردن راجبش برای در واقع این که ثابت کنن اینا فیلم های بعدی هستن. Thank you so much.